آرل 1888. اینجا باد و بوران شدیدی است و تا کنون از 4 روز 3 روزش اینطور بود. با این اوضاع کار کردن در هوای آزاد دشوار است. گمان می کنم در قسمت پورتره بتوان اینجا کاری انجام داد. گرچه مردم این شهر از هر حیث خشن و بی‌ادب هستند. با این همه در قسمت ذوق هنری، چه از لحاظ وضع بیرون و چه از لحاظ زندگی خصوصی، هنرمند تر از شمالی ها هستند. من اینجا تابلوهایی دیدم که مانند آثار گویا و بلاسکز بسیار نفیس و زیبا هستند. مردم این سامان می توانند یک قطعه رنگ گلی را روی لباس مشکی با سلیقه قرار دهند. آنان می توانند پارچه های سفید، زرد، گلی و حتی سبز و گلی و یا آبی و زرد را در لباس طوری با هم جور کنند که از نظر نقاشی نتوان در آن تغییری داد. سورا می تواند اندامهای مردانه اینجا بیابد که گذشته از لباس متناسب این دوره از لحاظ رنگامیزی نیز بسیار زیبا باشند. می توانم این نکته را با تأکید بگویم که مردم اینجا برای نقاشی پورتره بسیار مناسب هستند. گمان میکنم پیش از وقت اینجا نابود نگردم. به نظرم مونیچلی تندرست تر از من بود. اگر من نیز چون او بدنی سالم داشتم بیغم و پرواز زندگی میکردم. گرچه مونیچلی این اندازه میخاره نبود و آنگونه از پای درآمد، پس من به مراتب کمتر از او تاب خواهم آورد. در پاریس به راهی افتاده بودم و نزدیک بود نابود شوم. خدای من، چه نومیدی و خستگی شدید آن هنگام احساس می کردم. کار در این محیط و در میان عظمت طبیعت روحن زنده ام کرد، ولی اینجا هم پس از تحمل فشار و شداید زندگی بارها نیرویم را از دست می دادم. برادر بیچاره من، بیماری اعصاب و بیماری های مانند آن تا حدی نتیجه زندگی تصنعی ما هستند. این هم نسل درمان ناپذیر ما در تمدن امروز، ناتوانی و زبونی نسل به نسل فزونتر می شود. اگر ما به تندرستی خود توجه داشتیم، به این امر پی می بردیم که بسیار اوقات از بیماری اعصاب رنج می بریم. به نظرم گروبی حق داشت که می گفت باید خوب خورد، خوب زیست و درباره زنان کم تر اندیشید. هنگاه شخص می تواند پشت گاو را هم خاک کند. دگا این گونه زندگی می کند و همیشه موفق و کامیاب است. خدا حافظ. ونسان ونگوک. آرل 1888. آیا میدانی عقیده‌ام درباره زنان آرل که همه از زیبایی آنان سخن میگویند چیست؟ زنان آرل راستی هم دلربا هستند، اما نه چندان که شخص انتظار دارد. آنان به قیافه های آثار مینیار، قیافه هایی که روبه زوال می روند، بیشتر شباهت دارند تا به قیافه های مانتن.
البته تیپ‌های زیبایی نیز هستند که قیافه‌ای رومی و سیمایی افسرده و معمولی دارند، اما این تیپ‌ها خیلی کم به چشم می‌خورند. اینجا زنانی دیده می‌شوند که قیافه آنان مانند زنان تابلوهای فراگونار یارنواست، ولی نمی‌شود آنچه را که در نقاشی آفریده‌اند تکرار کرد. بهترین قیافه‌ای که من می‌توانم بسازم چهره زنان و کودکان نیست که در گوشه کنارهای این شهر می‌بینم، ولی گمان نمی‌کنم از عهده انجام این کار برایم. من برای این کار چنان که باید دوست عزیز نیستم. اگر در دنیای ما هنرمندی مانند موپاسان پیدا می‌شد که با شوق و ذوق بسیار هم قیافه‌های مردم عادی را مجسم می‌کرد و هم چیزهای زیبا را، بی‌اندازه خوشحال و خوشنود می‌شدم. در هر حال من کار خواهم کرد و شاید گاه به گاه از کارم اثری پدید آید که جاویدان باشد، اما کیست که در نقاشی اندام بتواند اثری همانند آنچه که در منظر سازی از خود به یادگار گذاشت بیافریند؟ نقاش آینده استاد رنگامیزی است که مانندش تاکنون وجود نداشته است. مانه این کار را بنیان گذاشت، اما تو می‌دانی که امپرسیونیست‌ها از لحاظ رنگامیزی چیره دست تر از مانه بودند. من نمی‌توانم نقاش آینده را به این صورت تصور کنم که در میخانه پلاس باشد و یا در روسبیخانه که جای رفت و آمد سربازان الجزایری است پرسه بزند. با این همه معتقدم که به راه راست گام نهادم و احساس می‌کنم این راه را در آینده نزدیک خواهم یافت. ما باید بدون تردید و بیان که از این اندیشه روی گردان باشیم، در راه رسیدن به هدف خود کار کنیم و وسیله رسیدن به این هدف را فراهم سازیم. خداحافظ. ونسان ون گوک. آرل 1888. احساس می کنم این روزها حالم بهتر شده است. دو اتود تازه ساختم که طرح یکی از آنها پیش توست. حیات روستایی کنار گذرگاه بزرگ و میان گندمزار و دشتی بزرگ و پر از غنچه های زرد طلایی است. کناره های نهر آب از سوسن و زنبق و گل های بنفش سبز پوشیده شده و در پلان عقب نمای شهر کوچک و گل های زرد و بنفش اطرافش پیداست. چند درخت خاکستری بید و باریکه ای از آسمان نیز در این منظره دیده می شود. اگر گندم را درو نکنند، بار دیگر از این منظره نقاشی خواهم کرد و چون هنگام نقاشی و پیدا کردن کمپوزیسیون آن با دشواری بسیار روبرو شدم، از این جهت نقاشی آن برایم جالب و سرگرم کننده است. میدانی یک منظره واقعی ژاپنی است. دستانت را از دور می فشارم. ونسان ون گوک. آرل 1888. این روزها دو اتود تازه تهیه کردم، پل و منظره ای از بیرون شهر. بسیاری از مناظر اینجا دارای کاراکتر و ویژگی های هلند هستند و فقط مای رنگ های آنها با هم تفاوت دارند. مای رنگ ویژه‌ای مانند رنگ گوگرد همه جا را فرا گرفته است و خورشید روی آنها نورافشانی می کند. لا
لابد تابلوی نفیس و زیبای باغ گلهای روز اثر رنوار را که من و تو با هم دیده بودیم یاد داری. من انتظار داشتم آهنگی مانند آن را اینجا بیابم و اتفاقا با پیدا کردن باغهای میوه به منظورم رسیدم. اکنون دیگر نمای منظره دگرگون شده و چشمانداز آن به صورتی وحشی تر در آمده است. رنگ سبزه ها مایل به آبی است. باید اقرار کنم این جنبه در بعضی منظره ها که از سزان دیدم بسیار عالی نشان داده شده است و متاسفم آنها را پیش از این ندیده بودم. روز پیش آهنگی درست مانند تابلوی درخت های تبریزی اثر مونیچلی در طبیعت پدید آمد. ما این تابلو را دیده بودیم. برای دست یافتن به باغهایی نظیر تابلوهای رنوار یقیناً باید روانه بیرون شهر نیس شد. اینجا گل روز کمیاب است و آنچه دیدم روز سرخ رنگی است به نام روز پروانس. هرگاه شرایط مناسب و سوژه فراهم باشد، تابلوها را میتوان به بهای واقعی آن ارزیابی کرد و این وضع هنگامی میتواند پدید آید که بهای آثار امپرسیونیسم بالا میرود. به این وسیله پس از چند سال کار میتوان پولهای خرج شده را بازگرداند. خدا حافظ. ونسان ونگوک. آرل 1888. بیش از این پیرو احساسات و غرور جوانی نمی گردم. اکنون می توانم با آرامش کامل کار کنم و بدون احساس دلتنگی و افسردگی در کنج تنهایی به سر برم. بار دیگر از آشفتگی و پریشانی رهایی یافتم و مانند سابق سلامت و تندرست هستم. با این همه غم و اندوه و ناراحتی روانی به کلی از بین نرفته است و بیشتر درست هنگامی که سرگرم کارهای هنری هستم دوباره گرفتار سیل اندوه می شوم. همان از این غم بی پایان و تشنگی بسیار برای رسیدن به زندگی واقعی و ایدئال و دست نیافتنی. این هنگام است که دست و دل شخص به کار نمی رود و مایل نیست زندگیش را در راه هنر و احیای هنر بگذارد. در این حال شخص خود را چون اسب لاغر و لنگی میپندارد که باید پیوسته به گاری معین بسته باشد و از این رو دلش میخواهد در گوشه‌ای روی علفزار و کنار نهر کوچک و زیر آفتاب و در اجتماعی دیگر نظیر اجتماع همین اسب‌های آزاد زندگی کند و به تولید مثل پردازد. چه حالت عجیبی! هنگاه شخص خود را مخالف نظم موجود اجتماع نمی بیند، اما در همانجا نمی خواهد اسیر این اجتماع باشد. آدم از یک سو احساس بیماری می کند و نمی تواند اندیشه درد را از سر دور کند، از سوی دیگر می داند که دردش هیچ درمان ندارد. راستی نمی دانم این حالت را چه بنامم. شخص حیران و سرگردان و مقهور بین مرگ و زندگی به سر ببرد. مگر نه آن است عرابه ای که آن را می کشیم باید برای عده ای از مردم به نحوی سودمند باشد. از این گذشته اگر ما به هنر و هنرمندان آینده ایمان داریم، باید به این امر هم ایمان داشته باشیم که حس پیشبینی ما را فریب نخواهد داد. مثلا کورو چند روز پیش از مرگش چنین گفت: دیشب تابلوی منظره ای را در خواب دیدم که آسمانش گلگون بود.
راستی هم مگر نمی بینیم که در نقاشی امپرسیونیسم رنگ آسمان نه تنها گلی بلکه به رنگ زرد و سبز گراییده است؟ از این رو می خواهم بگویم ممکن است بعضی چیزها را پیش بینی کنیم و روزی هم به حقیقت بپیوندد. ما که تا این اندازه به مرگ نزدیکیم و فقط به نیروی ایمان تکیه داریم، به یقین می دانیم که کارهای ما بزرگتر از ما و از زندگی ماست. هنر در آینده چنان زیبا و پرشکوه و واقعی و در همان حال به حقایق زندگی نزدیک خواهد بود که اگر ما اکنون جوانی خود را در این راه بگذاریم، سرفراز خواهیم بود. تنها آرزویی که برای تو و من دارم این است که تندرست باشیم، زیرا به این تندرستی نیازمندیم. شاید نوشتن این نکات دور از خرد باشد، ولی من به ویژه چون این احساس می کنم و گمان می برم تو هم وقتی می بینی جوانی ما دود می شود و ناپدید می شود، مانند من در غم و رنج باشی. اگر این جوانی شکوفه کند و آثاری را که ما می آفرینیم به بار آورد، البته چیزی از دست نداده ایم. استعداد و توانایی کار سالم نیز دومین جوانی است. تندرست باش، از خود مواظبت کن و بدان که ما به تندرستی خیش نیازمندیم. دستانت را از دور می فشارم. ونسا. آرل 1888. هرچه بیشتر می اندیشم به این نتیجه می رسم که عالم خلقت را نمی توان از آفرینش چنین دنیایی بی ثمر نکوهش کرد. خودت داوری کن، وقتی انسان هنرمندی را دوست داشته باشد از آثارش کمتر خورده می گیرد و انتقاد می کند، ولی ما حق داریم آثاری بهتر و کاملتر از همان هنرمند ببینیم. به نظرم این دنیا با شتاب و در لحظه نامیمون آفریده شده است. در افسانه ها آمده است که برای آفرینش این دنیا نیروی عظیمی به کار رفته است. گمان می کنم این افسانه راست باشد، ولی نمی دانم به چه علت شخص تکامل دلخواه را در آن نمی بیند. تنها امیدی که برای ما مانده این است که آفرینش بهتر و کاملتر را در دنیای دیگر ببینیم. خداحافظ. ونسا. آرل 1888. از اینکه تابلوهایم دست کم به همان بها که برایم تمام می شود نمی ارزد، همیشه خود را سرزنش می کنم. با وجود این باید کار کرد. البته می توانم به کاری دیگر دست بزنم، و اگر بدانم با کار دیگر از سنگینی بار تو می کاهم، بی دریغ اقدام خواهم کرد. دو طرح دیگر به وسیله موریه برایت فرستادم. از این طرح ها می توان آلبوم هایی شامل 6 برگ مانند کتاب های طراحی ژاپنی درست کرد. بسیار مایلم مانندش را برای گوگن و همچنین برای برنار درست کنم.
مونت ماژور این روزها هنگام عصر نمایی دلانگیز است. من آنجا غروب سرخ فام خورشید را دیدم. نور خورشید به ساقه ها و برگ های درختان کاج که در سینه سنگ ها رویدند میتابید و با رنگ های نارنجی آتشی می درخشید، در حالی که کاج های پایین کوه آبی پروسی بود و در متن آسمان سبز نزدیک به آبی یا نیلگون نقش زیبایی داشت. این منظره دارای روحیه ی تابلوهای کلود مونه بود. سایه درختان روی شنها و صخره‌های سفید آبی می نمود. دلم می خواست چون این تابلوهایی بسازم. سلامت تو را خواهانم ونسان ونگوک. آرل 1888. به گوگن نامه نوشتم و فقط یادآوری کردم از اینکه ما این اندازه دور از هم کار میکنیم بسیار متاسفم و چقدر جای تأسف است که چند نقاش در یک جا گرد نمی آیند و با هم کار نمی کنند. خدا حافظ. ونسان. آرل 1888. از گوگن نامه گرفتم. وی نوشت 50 فرانک از تو دریافت داشته و از این حیث بسیار سپاسگزار است. درباره نقشه آینده ما، البته هم تو و هم من این موضوع را به وسیله نامه برایش شرح دادیم، ولی او نوشت که هنوز پیشنهاد معینی از من به وی نرسیده است. گوگن نوشت به این مسئله پی برده است که زندگی با دوستش لابال در مارتینیک برایشان به مراتب ارزان‌تر از زندگی تنهایی و جداگانه تمام شده است. وی در نامش افزود که هنوز هم از بیماری رنج می‌برد و گمان می‌کنم از این حیث بی اندازه ناراحت باشد. گوگن امیدوار است سرمایه ای به مبلغ 600 هزار فرانک فراهم آورد و با این پول کانون هنری امپرسیونیست ها را بنیان نهد. او می خواهد نقشه هایش را اجرا کند و میل دارد تو در رأس این جریان باشی. اگر تمام این نقشه ها به صورت فانتزی درآید و عملی نشود، در شگفت نخواهم بود. زیرا شخص هرچه بیشتر در تهیدستی باشد، بیشتر به خیال بافی می پردازد. به ویژه هنگام بیماری، بیش از همه به افکار واهی اعتقاد پیدا می کند. این بهترین نشانه خستگی و فرسودگی اوست و بهتر است هرچه زودتر به درمانش پرداخت. گوگن نوشته ملوانان هنگام بلند کردن بارهای سنگین و یا کشیدن لنگر کشتی همه با هم سرود می‌خوانند و آهنگ موزونی پدید می‌آورند که آنان را در بلند کردن بار سنگین یاری می‌کند و بیشترین نیروی کشش را به آنان می‌بخشد. اما نقاشان دارای این روحیه و این خصوصیات نیستند. خدا حافظ. ونسان. آرل 1888. هرگاه گوگن نزدم بیاید، با هم گامهایی بلند برمی‌داریم و به پیش می‌رویم و از این راه شاید هم دروازه جنوب را بگشاییم. این امر را کسی نمی‌تواند انکار کند. اکنون در این باره می‌اندیشم، اگر تابلوهای سزان را که نزد پورتیه است جداگانه نگاه کنیم، جلوه‌ای دیگر دارد تا آنها را کنار تابلوهایی با رنگ‌های زننده قرار دهیم.
علاوه بر این، تابلوهای سزان در قابهای زرین که متناسب مایه‌های رنگی تابلو هاست بسیار عالی و زیباست. اینک من هم ممکن است به راه راست رسیده باشم. چشمهایم از طبیعت این سرزمین درس هنر می آموزد. پس از چندی شاید بتوانم با اطمینان بیشتر کار کنم. آخرین تابلو که ساخته‌ام با رنگ قرمز آجرهای کف کارگاه هماهنگ است. وقتی تابلو را روی کف اتاق که رنگش کاملا قرمز است قرار می‌دهم، چرکین یا کدر می‌نماید. طبیعت و منظره‌های آکس جایی که سزان کار می‌کرد، درست مانند اینجاست و در همه جا رنگ‌های خاکستری به چشم می‌خورد. وقتی با اتودم باز می‌گردم، به خودم می‌گویم ها، اکنون دیگر به رنگ‌های بابا سزان رسیدم. سزان از همان جایی است که زلا به وجود آمده است و این مرز و بوم را خوب می‌شناسد و با صداقت منعکس می‌سازد. شخص باید مانند سزان با صمیمیت و حساب دقیق کار کند تا بتواند به چنین مایه رنگ‌های عالی برسد. دستت را می‌فشارم. ونسان ونکن.